عبدالباری جهانی، سیاستمدار، شاعر و نویسنده مشهور زبان و ادبیات پشتو است که طرفداران و حامیان فراوان در بین پشتونها دارد. وی در روزهای نخست دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود، اما به دلیل اعتراض به عمل کرد و رفتار اشرف غنی از وزارت استعفا داد. جهانی پس از سقوط دولت افغانستان و به قدرت رسیدن طالبها اندکه به اوضاع افغانستان تحت سلطه طالبان خوشبین بود، اما وقتی متوجه شد که طالبان تغییر نکرده اند با منتقد این گروه تبدیل شد. وی که اکنون در امریکا زندگی می کند تا کنون 3 نامه سرگشاده و سران طالبان نوشته است، اما 3 نامه وی که اکنون ترجمه آن را تقدیمتان می کنم نکات قابل تعامل نسبت به 2 نامه قبلی دارد. ترجمه 3 نامه عبدالباری جهانی را که دیروز 10 عمل نوشته و امروز در بسیاری از رسانه های پشتو زبان از جمله صفحه خودش منتشر شده است مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 3 نامه سرگشاده به رهبران امارت اسلامی افغانستان، سران محترم امارت اسلامی، السلام علیکم. میدانم که این نامه من یا به شما نمی رسد و یا اگر هم برسد تأثیر زیاد نمی کند، اما من به عنوان فرد تحصیل کرده، سال دیده و مهاجر افغان به خاطر رفع مسئولیت وجدانی این چند سطر را برایتان می نویسم. بزرگان محترم، شما از یک طرف دروازه های لیسه ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها را برای دختران بسته و از طرف دیگر آن هده از زنان نانآور خانواده را که مسئولیت پیدا کردن نفقه برای فرزندان خود را داشتند خانه نشین کرده اید. شما با این اقدام قشر تحصیل کرده در داخل و خارج از افغانستان را از خود آزرده خاطر ساختید. علیه آزادی بیان اعلان جهاد کرده اید و کسی که جرأت انتقاد از عمل کرده شما را دارد مانند متیح الله ویسا را راهی زندان می کنید. شما برای دستگیری و زندانی کردن منتقدان خود دلایل ارائه می کنید که مورد قناعتی هیچ کس در داخل و خارج از افغانستان قرار نمی گیرد. افزون بر این، هنوز قتل مرموز عامیان و نظامیان رژیم سابق ادامه دارد که مردم وقوع این رویدادها را از سوی شما می دانند. در این میان کسی به اعلامیه های شما که خود را از چنین اتفاقات بی اطلاع می دانید اهمیت نمی دهد و به آن باور نمی کند. بزرگان محترم، تصاحب قدرت با زور امکان پذیر نیست، اما تاریخ ثابت کرده است که نگه داشتن قدرت به زور غیر ممکن است. شما باید به این نکته متوجه شوید که نه پشتونها و نه هیچ قومیت دیگر افغانستان حق ندارد قدرت را در انحصار بگیرد و اقوام دیگر را که مانند پشتونها از صدها و بلکه از هزاران سال پیش در این خاک زندگی میکنند از قدرت محروم کنند و به آشیا براند. قدرت در نظام فعلی شما نه تنها در اختیار پشتون هاست، بلکه خاصتا در دست طالبان جنوب غرب یا اصطلاحا در اختیار طالبان قندهار بزرگ قرار دارد. با این اقدام خود اما اقوام افغانستان هم از تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن و سایر اقوام کوچکتر و حتی پشتونهای غیر قندهاری را از خود ناراحت نموده و همه را نسبت به پشتونها بخصوص ساکنان جنوب غرب بدبین کرده اید. خدای نکرده اگر اتفاق بد رخ بدهد که حوادث غیر قابل پیش بینی هست، در این صورت همه پشتونها که با شما زینف نبودند تاوان پس خواهند داد. این سخن مرا شوخی ندانید. اینجا ارتش سرخ اتحاد شوروی در مقابل ما شکست فضاعتبار را متعامل شد و نظام وحشت مجاهدین پاکستانی به دلیل نارضایتی مردم از مجاهدین توسط شما سقوط کرد. حاکمیت اول شما به خاطر دوستی با وهابی ها و دشمنی با مردم افغانستان سزای خود را دید. امریکا و ناتو هم در این خاک شکست خوردند. شما چی فکر کرده اید؟ آیا از فولاد ساخته شده اید؟ این را قبول دارم که امریکا برای شما بسته های 40 میلیون دلاری میفرستد، اما ارسال این بسته ها تا قیامت ادامه نخواهد داشت. امریکا که به دولت های آمد کرزی و اشرف غنی وفا نکرد، دوستی این کشور با شما هم فقط
تا لحظه برآورده شدن منافعش ادامه دارد. روز نه امریکا و نه بسته های دلاریش خواهد بود، اما شما هستید و این مردم ناراضی و خشمگین. اونطور که شما تانک ها و آموهای امریکایی را توسط موترسیکل گرفتید، روز ملیت های ناراضی افغانستان موترسیکل های شما را با بایسیکل و دستان خالی خواهند گرفت. تکرار میکنم که متاسفانه تاوان و ضرر حوادث ناگوار بعدی متوجه پشتون هاست، زیرا همه شما پشتون هستید و روی حقوق سایر اقوام شریف افغانستان پاک گذاشتید و آنها را تجرید کرده و به آشیه راندید. هر فردی در جهان که اسم شما را میشنود دیدگاه مساعد به شما ندارد. افغانهای ساکن در خارج به دلیل اعمال شما از اسم پشتونها خجالت میکشند. سازمان ملل با همه برنامه های شما مخالفت دارد. در جهان هیچ کشوری حتی پاکستان شما را به رسمیت نشناخته است. این وضعیت نمیتواند تا قیامت ادامه داشته باشد. مقابله با ام اقوام غیر پشتون در افغانستان و روشنفکران پشتون و امینطور مقابله با همه جهان تا قیامت امکان پذیر نیست. شما نشو و سرمست قدرت هستید و به همین دلیل چشمانتان کور و گوشهای شما کر است. ما که در قدرت حضور نداریم از این سرمستی بدور هستیم. هم چشمان ما میبیند و هم گوشهای ما میشنود. اگر شما نمیبینید و نمیشنوید، از چشمها و گوشهای ملیتهای ناراض کشور بهره ببرید. با جرأت میتوانم بگویم که مردم افغانستان مانند دولت اول حاکمیت شما 100% از شما ناراضی هستند. این نکته را در دور اول حاکمیت شما با ملا محمد عمر هم گفته بودم. خلاصه کلام این که در حافظه تاریخ قدرت وجود ندارد که تا ابد بر مخالفان و مردم ناراض با زور حکومت کند. امن الله توفیق. عبدالباری جهانی، دهم امل 1402. تو که اشاره شد بینده گرومی، این متن آقای باری جهانی در صفحه خودشان نشر شده بود و آقای محمد مرادی متن آقای باری جهانی را ترجمه کردن. اونطور که من در صفحه آقای باری جهانی میبینم این متن را که تا حالا نشته کردن تا ساعت 9 صبح جمعه 31 ماه مارچ 2023 میلادی 891 مرتبه شریک شده و 8200 نفر این مطلب لایک کردن و پیام گذاشتن. امیدوارستم که روز تمام هموطنان ما از هر قوم و قبیله و منطقی که هستن جرأت آقای باری جهانی را پیدا کنن و واقعیت های عینی جامعه را به مردم بازگو کنن. امروز ما تقدیر میکنیم کار آقای باری جهانی را. شاید زمان عمل کردهایشان انتقاد کرده باشیم، اما به این معنی نیست که اگر یک عمل انتقاد قرار گرفت عمل نیکشان ما چشم پوشی کنیم. امروز ما واقعا افتخار میکنیم به تمام شخصیت هایی که در کشور ما هستند و با یک دید ملی به قضایا منگرن و دلسوزانه به آینده افغانستان و مردم دردمند ما میاندیشن. امیدوار هستم که روز تمام قلم بدستان کشور قلم بردارن و به نفع مردم خود، به نفع آیندی وطن ما، به نفع حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ما بنویسن تا روز شاهد نجات هموطنان خود از مصیبت و بدبختی باشیم، تا روز شاهد وطن عزیز خود آری از وجود هر نوع بیگانه و بیگانه پرستان باشیم. با امید چنین روزه.